رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور، سمتی که هرچند خواهان بسیار دارد، اما تا به حال در جمهوری اسلامی برای به دست آورندگانش عاقبت به خیری نداشته. فرار، ترور، خواص بی بصیرت نام گرفتن، سردسته گروه انحرافی خوانده شدن، رد صلاحیت در دوره‌های بعدی انتخابات، ممنوع تصویری و جلوگیری از حضور در اجتماعات تنها بخشی از آن چیزی است که در سال‌های بعد از تکیه زدن بر این صندلی بر رؤسای جمهور پیشین ایران گذشته. با تمام این احوال هنوز هم سکانداری کشوری چون ایران آنقدر فریبنده هست که گروه زیادی از سیاسیون خطرات بعدی را به جان بخرند. هرچند انتظار می رفت مرور ایام و تثبیت شرایط جمهوری اسلامی باعث کاهش این نوع برخوردها شود، اما عقب نشینی و شکست دولت ششم به سرپرستی اکبر هاشمی رفسنجانی در اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و گسترش نارضایتی در جامعه سبب شد تا در همچنان بر همان پاشنه بچرخد. کم کم ششمین دوره ریاست جمهوری به پایان می رسید و تلاش نزدیکان هاشمی رفسنجانی برای تغییر قانون اساسی و تمدید دوران ریاست جمهوری هم به جایی نرسید. پس با توافق وزارت کشور و شورای نگهبان، دوم خرداد سال 76 برای برگزاری 17 دوره انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد. در این بین گروه های چپ اسلامی که با مرگ بنیانگذار انقلاب اسلامی در سکوت آرام آرام به حاشیه رانده شده بودند، جان تازه‌ای گرفتند و برای تصرف کرسی ریاست جمهوری به تکاپو افتادند. گزینه برای گروه های چپ محدود بود. میر حسین موسوی، نخست وزیر مورد تایید آیت الله خمینی، حاضر نشد داوطلب این میدان شود. گزینه بعد سید محمد خاتمی، رئیس کتابخانه ملی و وزیر مستعفی دولت هاشمی بود، کسی که در میانه عامه مردم چهره شناخته شده‌ای به حساب نمی آمد. ایشون به من گفتش که ما رفتیم پیش آقای مهندس میر حسین موسوی، ایشون قبول نکرد. کلی هم ما استدلال کردیم، صغرا کبرا آوردیم، قبول نکرد. آقای تاج‌زاده، اون دیماه 75، بهمن 75، اسفند 75، حتی فروردین 75، اگر شما به من میمدی میگفتی که آقای دکتر زیبا کلام، من متاسفم برای شما به عنوان یه استاد علوم سیاسی که کار تاریخ تحولات ایرانه که شما اینقدر پرتی و فکر میکنی که 3 میلیون 4 میلیون رای نامزده اینا میاره، حالا نامزدشون هر کی باشه، آقای خاتمی، آقای موسوی خوینی ها، هر کی، میدونی 20 میلیون رای خواهد آورد. 20 میلیون رای خواهد آورد. میدونی شما اگه میمدین من میگفتیم، میدونی من به چی میگفتم؟ میگفتم که از چیزی بهت نمیگفتم. بعد اگه یه شخص ثالثی که اونجا بود به من میگفتش که استاد، آقای دکتر، چرا به این چیز نکردی؟ میگفتم بابا این موجیه، این تو جبهه یه ترکش خورده 2 متریش، بادش گرفته به این، این پرته. واقعا به این قرص محکمی میگفتم. از آن سو نامزد مورد تایید جناح راست و رهبر نظام، علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس بود که نه تنها چهره شناخته شده تری به حساب می آمد، بلکه از حمایت و امکانات حکومتی هم برخوردار بود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و پایان مهلت قانونی ثبت نام، شورای نگهبان از بین 238 داوطلب با وجود چهره‌های سرشناس تنها صلاحیت 4 را تایید کرد. سید محمد خاتمی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی ریشعری، وزیر پیشین اطلاعات و نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج، رضا زبارعی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین کشور. حمایت نیروهای حکومتی
از علی اکبر ناطق نوری سبب شد تا روشنفکران و اهالی فرهنگ و هنر به سمت سید محمد خاتمی گرایش پیدا کنند و برای پیروزی او دست به کار شوند. یکی از این اقدامات ساخت فیلم تبلیغاتی بود، روش جدید که از این دوره متداول شد. سرانجام در میان بهت همگان، سید محمد خاتمی با کسب 69% آرا توانست برخلاف میل علی خامنه‌ای به مقام ریاست جمهوری دست یابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 12 مرداد ماه 1376 سید علی خامنه‌ای. هفتمین دوره ریاست جمهوری در فضای متشنج و در حالی به پایان رسید که سید محمد خاتمی از این مقام با عنوان تدارکات‌چی نام برد. محاکمه کربازچی، شهردار تهران، استیضاح و برکناری عبدالله نوری، وزیر کشور، استیضاح مهاجرانی، وزیر ارشاد، قتل‌های زنجیره‌ای، تعطیلی نشریات حامی دولت، حمله به کوی دانشگاه تهران و ترور سعید حجاریان، همه و همه سبب شد تا رئیس جمهور وقت با چشمانی گریان برای ثبت نام در دور 8 انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شود. من این تشخیص را به تشخیص هم ترجیم و حالا آمده با تکیه بر همان عهد پیشین اصول من همان است که بارها گفتم و بر اون تکیه میکنم، اما طبیعی است که با توجه به شرایط، با توجه به اولویت‌ها و نیازها، حتما باید روش‌ها و برنامه‌های جدیدی داشت، مشکلات رو حل کرد. تاریخ برگزاری انتخابات 18 خرداد ماه سال 80 تعیین شد. این بار شورای نگهبان از میان 814 داوطلب صلاحیت 10 نامزد را تایید کرد. محمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی، عبدالله جاسپی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان، مصطفی هاشمی تبا و محمود کاشانی. اما بیشک دو رقیب اصلی این دوره از انتخابات، سید محمد خاتمی با شعارهایی چون عدم کفایت اختیارات رئیس جمهور و تبدیل انتخابات به همه پرسی و احمد توکلی با شعار دولت پاک برای ملت پاک بودند. در این دوره هم حضور گسترده روشنفکران، اهالی هنر و جوانان سبب شد تا بار دیگر محمد خاتمی با به دست آوردن 97.6% آرا به سمت رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شود. و توفیق و هدایت و کمک الهی را برای ایشان و همه مسئولان کشور مسئلت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سید علی خامنه ای. دوره 8 ریاست جمهوری در حالی به روزهای پایانیش نزدیک شد که محمد خاتمی معتقد بود دولتش هر 9 روز با یک بحران جدی دست به گریبان بوده. اما برای دولت اصلاحات آخرین بحران برگزاری انتخابات 84 بود. انتخاباتی که وجود چند ویژگی سبب شد تا به یکی از خاص‌ترین انتخابات تاریخ ایران مبدل شود. این اولین باری بود که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد،
اولین باری هم بود که تعداد ثبت نام کنندگان از 1000 نفر می گذشت. اولین باری بود که برای تایید صلاحیت داوطلبان حکم حکومتی صادر می شد و شاید اولین بار هم بود که اختلافات درونی یک جناح سیاسی سبب شد تا کسی بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند که تبعات حضورش تا دهه ها غیر قابل جبران باشد و البته اولین باری هم بود که ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آشکارا مطرح می شد و تنها مرتبه ای هم بود که پس از به رهبری رسیدن آقای خامنه ای رئیس جمهوری در مراسم تنفیذ دست او را می بوسید. در این دوره روز 27 خرداد 84 برای برگزاری انتخابات تعیین شد و از میان 1014 داوطلب در ابتدا صلاحیت 5 تن که عبارت بودند از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی تایید شد. اما پس از دخالت رهبر نظام با عنوان حکم حکومتی، صلاحیت 2 تن دیگر یعنی مصطفی معین و محسن مهرعلی زاده هم از رد صلاحیت به تایید صلاحیت تغییر کرد. با تایید صلاحیت این 2 تن، آرایش نیروها در جناح اصلاح طلب عملاً به هم خورد، چرا که مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلی زاده هر 3 از سوی اصلاح طلبان نامزد شده بودند و حضورشان باعث تقسیم آراء این جناح شد. در روز رأی‌گیری رقابت اصلی میان 3 نامزد در جریان بود: هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی. و چون هیچ یک از این 3 نامزد نتوانستند حد نصاب آرا را به دست آورند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. سرنوشتی که شاید اگر نامزدهای اصلاح طلبان تکثر نمی شدند به شکل دیگری رقم می خورد. در این انتخابات 3 کاندیدا یعنی معین، هاشمی رفسنجانی و کروبی مدعی تقلب به نفع محمود احمدی نژاد شدند، ادعایی که برخی بازرسان و مسئولان وزارت کشور مثل علی میرباقری تاییدش کردند. گزارش ها حاکی از دخالت نهادهای زیر نظر رهبری به نفع احمدی نژاد بود. مهدی کروبی بلافاصله پس از اعلام نتایج در مصاحبه ای مدعی شد: آرا توسط شورای نگهبان دستکاری شده است. خامنه ای در جواب گفت: مطالبی که شما گفتید به کلی دور از شأن شما و در جهت ایجاد بحران در کشور است. من از شما مطلقاً انتظار چنین برخوردی ندارم و به حول قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ایجاد کنند. این پاسخ سبب شد کروبی با انتشار نامه‌ای سرگشاده پسر خامنه ای سید مجتبی، سپاه، بسیج و شورای نگهبان را به تقلب در انتخابات متهم کند و از تمام پست‌هایش در نظام استعفا دهد. هاشمی رفسنجانی هم در بیانیه‌ای مدعی تقلب در انتخابات و فاقد صلاحیت بودن ناظران شورای نگهبان برای پیگیری شکایت‌ها شد. انتخابات 84 اتفاق افتاد. قبلش دائما استاندارا خوبم اصلاح طلب بودن، دیگران می اومدن، منم نمی‌خواستم بیام، خواهش می‌کردن از من که بیام. بعد از ما یه جور دیگه‌ای میشه، اونا لشکرکشی کردن، چه کار کردن، من رو نمیخواستم بیام. آخرش دیدم که من میشناسم چهره ها رو، دیدم داره به دست چند نفر تندرو میفته. 2-3 نفر بودن توی داوطلب های به اصطلاح اصولگرا که خطرناک بودن. حتی مرحله دوم استاندارا به کلی ول کردند، اصلا کاری نداشتن به انتخابات، هرچی خواستن تو صندوق ریختن و هرچی هم خواستن خوندن. علی‌رغم تمام این اعتراضات، دور دوم انتخابات در روز 3 تیر برگزار شد و هاشمی رفسنجانی که در دور اول از محمود احمدی نژاد پیشی گرفته بود، رقابت را به یک رقیب ناشناخته واگذار کرد. 9مین رئیس جمهور اسلامی با برخورداری از حمایت همه جانبه رهبر و استفاده از ادبیاتی که تا آن روز از سوی هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین سابقه نداشت، شروع به کار کرد. جنجال پشت جنجال از راه می رسید.
ورود به مسائل بحث برانگیز خارجی مثل هولوکاست و افسانه خواندنش، ایجاد تغییرات ناگهانی و بی‌برنامه داخلی مثل سیاست ازدیاد جمعیت، بازنشسته کردن اجباری اساتید در دانشگاه‌ها و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنان آشفتگی در ایران به وجود آورد که جمعی از روشنفکران و گروه‌های سیاسی برای برگزاری انتخابات دور دهم لحظه شماری می‌کردند. این بار روز 22 خرداد سال 1388 برای برگزاری انتخابات تعیین شد. فیلتر شورای نگهبان از میان 475 داوطلب صلاحیت 4 نفر را تایید کرد. میر حسین موسوی، محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی و محسن رضایی. با اعلام اسامی نامزدها کار تبلیغات انتخابات رسما آغاز شد. در این دوره تلویزیون مناظره‌های مستقیم و به صورت 2-2 بین نامزدها برگزار کرد که به یکی از جنجال برانگیزترین بخش‌های انتخابات در 10 دوره گذشته مبدل شد. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم؟ بگم؟ در دور بعدی یا؟ میشه دور بعدی. با اون ماجرای حاله نور که من وقتی واقع شنیدم اصلا باورم نشد. به یک کسی که نمیخوام اسم برم گفتم دیگه انقدر دیگه لازم نیست در انتخابات آدم دشمنی بکنه و بیاد اصلا دیگه هرچی رو جلب کنه به طرف نسبت بده. گفت نبا نه چیزش رو دیدیم، تا من نیوردم ندیدم و تا نرفتم تحقیق از قوم نکردم واقعا باورم نشد. اما دیدم بله نشستن بهشون صحبت میکنه برای آقای جوادی، دیدم شون خیلی با صراحت میگاره. بعد که من صحبت هم تموم شد به من گفتن که یک حالی از نور طور فرا گرفته بود و وقتی صحبت میکردم اینا انقدر میخوب شده بودن که چشمای اینا حرکت نمیکرد و همه نگاه میکنن به چهره من و به حرفای من، در حالی که اصلا فاصله اصلا از اونجایی که طرف شروع میکنه تا کم کم من تو جلو میره، حالا چشمم هرچی خوب باشه و تیزبینم باشه. در آستانه انتخابات ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر توزیع گسترده کمک‌های نقدی و غیر نقدی توسط دولت مثل توزیع چکپول‌های 50,000 تومانی بین دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران، توزیع مبهم سهام عدالت، پرداخت 100,000 تومان به فرهنگیان، پرداخت پول تحت عنوان هدیه رئیس جمهور به پرستاران، پرداخت بن‌های 50,000 تومانی به مددجویان کمیته امداد به درخواست دولت، توزیع سکه در میان 4,000 پرسنل بیمارستان میلاد، تقسیم چکپول‌های 50,000 تومانی در دانشگاه چوکا به عنوان هدیه دولت و حمایت رهبر و نهادهای زیرمجموعه‌اش از احمدی نژاد باعث ملتهب شدن فضای جامعه شد. به همین دلیل هم نتایج انتخابات با اعتراض رضایی، کروبی و موسوی مواجه شد. مهدی کروبی و میر حسین موسوی و احزاب نزدیک به آنان این انتخابات را مهندسی شده و کودتا نامیدند. کروبی این شیوه رأی‌گیری و شمارش آرا را به شمارش آرای حسن مدرس تشبیه کرد که حتی از شمارش رأی که او به خودش داده بود هم دریغ شد. اعتراضاتی که در هفته‌ها و ماه‌های بعد به حوادث و درگیری‌هایی میان مردم و نیروهای دولتی منتهی شد که ثمره‌اش برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی حصر خانگی، برای خاتمی خانه‌نشینی، برای هاشمی خواص بی‌بصیرت نامیده شدن، برای گروه زیادی از مردم آوارگی، زندانی و کشته شدن عزیزانشان و البته برای محمود احمدی نژاد تکیه زدن مجدد بر صندلی ریاست جمهوری بود. مراسم تنفیز این دوره با 2 ساعت تأخیر و غیبت برخی از مسئولان عالی رتبه نظام و بدون پوشش مستقیم رسانه ملی برگزار شد.
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که با تایید و حمایت‌های بی سابقه رهبر نظام شروع شده بود، نتوانست با همین رویه به پایان برسد. اختلاف نظر میان رهبر و رئیس جمهور منتخبش آنچنان بالا گرفت که محمود احمدی نژاد برای نشان دادن نارضایتیش از تحمیل وزیر اطلاعات فرمایشی رهبر 11 روز به قهر خانه نشین شد. آغازی برای رویارویی او با مقام اول کشور تا شاید حاله نوری که از سفر نیویورک هدیه آورده بود به حاله مظلومیت مبدل شود و مردم این سخنان او را فراموش کنند. در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنند و او را به عنوان تنها رئیس جمهوری که در مقابل رهبر مقاومت کرد به خاطر بسپارند. اما سرانجام دولت دهم هم به روزهای آخر نزدیک شد و 14 خرداد 92 برای برگزاری انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری تعیین شد. در این دوره از مجموع 686 داوطلب که 38 تنش از چهره‌های شاخص سیاسی مثل علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران بودند، تنها صلاحیت 8 نفر مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی هوایی سپاه، فرمانده پیشین ناجا شهردار تهران، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین امور خارجه مشاور امور بین الملل رهبر، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، رئیس پیشین تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، فرمانده پدافند هوایی کل کشور در زمان جنگ با عراق، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد رضا عارف وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن، استاد دانشگاه. این بار به دلیل بالا بودن تعداد نامزدها و برای جلوگیری از درگیری‌هایی که در مناظره‌های دو نفره سال 92 پیش آمده بود، مناظره‌ها در 3 نوبت به صورت زنده و دست جمعی درست مثل مسابقه‌های تلویزیونی برگزار شد. شما بر نگردید به بحث‌های اون زمان، حرف برای گفتن ما خیلی داریم، این سینه پر است از مسائل فراوان، اینجا جای بازگو کردنش نیست و رقابت هم بذارید یک رقابت سالم و درست و دقیق باشه. حرفم اینه که اون زمان من میگفتم آقا به دفتر تحکیم وحدت اجازه بدیم طبق قانون احزاب اجازه تجمع داشته باشه. علتی که از سال 82 به بعد موضوعات خب من چی گفتم وقتی شما اینو گفتید؟ من چی گفتم؟ شما گفتید خالی گفتم مال دردسری ولش کن دو روز میان میرن. این بهش گفتم بله با همین ادبیات به حال این سند این بود سندش کو؟ نه من گفتم من همونی گفتم که قبلا بهش اشاره کردم، گفتم اگه میخواید اینا رو بیارید تو خیابون بعد گازنبوری اینا رو محاصره کنید براشون پرونده درست کنید این کارا رو نکنید. خب چی کار اگر میخواید آزاد بذارید خیلی خوب آزاد بذارید. خیلی خوب نه شما اگر نیت خانی هم بلدید حالا دیگه اون هنر شماست. من نیت خانی بلد نیستم. خب شما میگین میخواستی این کار انجام من اگر نیت خانی هم چند روز مانده به انتخابات، بنا به درخواست سید محمد خاتمی، محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی از ادامه رقابت انصراف داد. اندکی بعد غلامعلی حداد عادل هم از شرکت در انتخابات منصرف شد و بدین ترتیب رقابت ما بین 6 نامزد دیگر ادامه یافت. رقابتی که در واقع ما بین 2 نامزد در جریان بود، حسن روحانی و سعید جلیلی. سرانجام رأی‌گیری انجام شد و بنا به اعلام رسمی وزارت کشور، حسن روحانی با به دست آوردن 71.50% آرا بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد.
یازدهمین دوره ریاست جمهوری در میان درگیری‌های ناشی از توافق معروف به برجام به روزهای پایانی نزدیک شد و روز 3 اردیبهشت سال 96 برای برگزاری 12 دوره انتخابات مشخص شد. این بار از میان 1636 داوطلب تنها صلاحیت 6 تن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. سید مصطفی آقا میرسلیم، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی، اسحاق جهانگیری، معاون اول فعلی رئیس جمهور اسلامی، سید ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، سید مصطفی هاشمی طبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی. بدین ترتیب با اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان دور 12 وضعیت رؤسای پیشین دولت در جمهوری اسلامی بدین ترتیب رقم زده شد. از مجموع 7 رئیس جمهور، 1 فراری، 1 کشته، 1 رهبر، 1 ممنوع التصویر، 2 رد صلاحیت شده و 1 نامزد دور کنونی.